نام شریف آن بزرگوار فاطمه و مشهورترین لقب آن حضرت معصوم است. پدر بزرگوارش امام هفتم شیعیان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و مادر مکرمش حضرت نجم خاتون سلام الله علیها است. آن بانو مادر امام هشتم نیز می باشد، لذا حضرت معصومه سلام الله علیها با حضرت امام رضا علیه السلام از یک مادر هستند. خب حضرت بیبی معصومه علیه السلام که نامشان فاطمه هستن و معصومه یکی از لقبهایشان هسته، حضرت معصومه علیه السلام دختر امام هفتم و امام موسی بن جعفر علیه السلام و خواهر امام رضا علیه السلام هست. امام موسی کاظم سه تا دختر داشتن به نام فاطمه، ایشان از همه اونها بزرگتر بودن، لذا نامش را گذاشتن فاطمه کبرا. از این جهت که ایشان نامش هم نام با فاطمه زهرا هست، حتما بی جهت نیست، بی دلیل نیست، یک مناسبه، یک وجوه اشتراک با هم داشتن، از جمله مقام شفاعت را ایشان دارا بودن. و اونجا یک بانوی بزرگوار دفن شده است که نامش فاطمه هست، ایشان از فرزندان ما هستند و دختر موسی کاظم هست. ولادت آن حضرت در روز اول ذی‌القعده سال 173 هجری قمری در مدینه منوره واقع شده است. دیری نپایید که در همان سنین کودکی مواجه با مصیبت شهادت پدر گرامی خود در محبس هارون الرشید در شهر بغداد شد، لذا از آن پس تحت مراقبت و تربیت برادر بزرگوارش حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار گرفت. حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها بانی است که بعد از فاطمه زهرا میتونیم الگوی خود قرار بدهیم، برایشان پیش ببریم. چون حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها از زن پاکدامن به نام حضرت نجمه سلام الله علیها متولد شد و حضرت نجمه سلام الله علیها یک زن پاکدامن و با ایمان بود و لقب طاهره هم به او داده شد بعد از به دنیا آمدن حضرت امام رضا. به من خاطر ما میتونیم الگوی خود قرار بدیم و حضرت بیبی معصومه گفته میتونیم که در روایت هایی که خواندیم گفته شده که حضرت بیبی معصومه یگانه خواهری بوده که حضرت امام رضا را حمایت میکرده و همراهش یار یاور بوده و چون سن حضرت امام رضا بیشتر از سن بیبی معصومه بوده و امی حضرت بیبی معصومه هم گفته میتونیم که زیردستی حضرت امام رضا بوده، یعنی تحت حمایت و نظریات حضرت امام رضا کلام شده و چون یعنی یک تن از امامای ما هسته و زیر دست آنها و زیر دست حضرت نجمه و از هم مهمتر پدر مبارکشان کلام شده و ما هم میتونیم که بگوییم از خاندان پیامبر هسته و دومین الگوی ما بعد از فاطمه زهرا میتونه حضرت بی معصومه باشه. حضرت معصومه علیه السلام دارای جایگاه معنوی و علمی هستند. جایگاه معنوی اینه که در یکی از فرازهای زیارتنامه که توسط امام رضا علیه السلام روایت شده که میگه که ای فاطمه مرا در بهشت شفاعت کن چون در نزد خدا دارای جایگاه با عظمت هستی. و حضرت معصومه دارای جایگاه علمی و حدیثی هم بودن که مانند حضرت زهرا سلام الله علیها با امو دلیل های حقانیت که در مورد ولایت امام علی علیه السلام اینا تبیین کرده بودن، حضرت معصومه علیه السلام نیز با امو استدلال های متین و استوارشان در مورد ولایت امام رضا و سایر ائمه معصومین علیه السلام اینا تبیین کرده بودن. ایشان دختر موسی بن جعفر است، از این لحاظ هم مقام عظمه و مقام شایستگی بالای بین شیعیان دارد. از لحاظ اینکه اخت امام هست، خواهر حضرت امام رضا هست، از این لحاظ هم بین شیعیان و تمام مسلمین جایگاهی ویژه دارد. و از لحاظ اینکه عمه امام هست، از این لحاظ عمه امام جواد هست، از این لحاظ هم جایگاهی ویژه و بالای در بین تمام مسلمین، اختصاص به شیعیان ندارد. از این جهت هم پس ما میبینیم که از لحاظ نسبی هم ایشان جایگاهی. روایت دیگر از خود امام رضا علیه السلام هست که میفرماید که خواهر من در قوم دفن میشود، اگر کسی اون را زیارت بکند منظاره ها کمنظارنی، هر کسی اون را خواهرم را در قوم زیارت بکند گویا من را زیارت کرده است. و این هم نشان میدهد که حضرت معصومه چی جایگاهی از نگاه معصومین داشته و معصوم هم که ما میدانیم که
در واقع ما ينطق عن الهوا، اونها از هوا و هوسشان صحبت نمی کرد. حتما موقعیت و جایگاه حضرت معصومه این را ایجاب می کرده است که معصومین چنین کلمات را در وصف این بانی بزرگ بر زبان جاری کنه. زاویه دیگر از لحاظ کلمات است که بزرگان دین و ائمه معصومین درباره حضرت معصومه ایراد فرمودند. من یک داستان را عرض کنم. میگن در زمان خیلی اون آوان کودکی حضرت بودن، شیعیان از مناطق دور آمده بودن که از حضرت موسی بن جعفر سوالات را در مسائل دینش بپرسن. بعد از قضا آمدن حضرت را در اون جایگاه در واقع در مدینه نیافتن. حضرت مسافرت رفته بود. سوالاتش را طرح کردن، به خانواده موسی بن جعفر تحویل دادن، گفتن ما دو سه روز دیگر اینجا هستیم، انشاءالله که آقا از سفر برگشت این سوالات رو ما از خدمتشان در واقع جوابش رو میخواهیم. وقتی که حضرت بیبی معصومه متوجه میشه که پدر ایشان نسته و باید سوالات جواب بده، این لحظه است که حضرت بیبی معصومه سوالات او چند تن از شیعان جواب میده و حضرت بعد از پاسخ دادن حضرت بیبی معصومه چند تن شیعه هایی که بود از کنار اینها مرخص شد، در نامه نوشته بودن البته، رفتن. وقتی که برگشتن طرف در واقع اون جا و مکانشان و ده و دیارشان، در اونجا در بین راه به حضرت موسی بن جعفر برخوردن. بعد قضیه را مطرح کردن که ما بالاخره شما را نیافتیم و دختر بزرگوار شما حضرت معصومه این سوالا را پاسخ گفتن و اونجا بودن که حضرت جمله خیلی تاریخی دارد که میگه ابوها فداها، من فدای تو ای دخترم، یعنی حرفی که من میگفتم تو دقیقا امو حرف جواب دادی. از نگاه کارکردهای اجتماعی هم امروز اگر حوزه علمیه قوم بنا شده است، با این همه خدمات علمی که این حوزه مقدسه ارائه دادن، همه از برکات و فیوزات این بانوی بزرگوار است که قطعا به طور قد میتوان گفت که اگر وجودی با برکت حضرت معصومه در اون دیار کویری نبودی و امروز این برکات نصیب جامعه مسلمانان و اخصا شیعان نمیشد. در سال 200 هجری قمری در پی اصرار و تهدید مأمون عباسی، سفر تبعید گونه حضرت امام رضا علیه السلام به معرف انجام شد و آن حضرت بدون اینکه کسی از بستگان و اهل بیت خود را همراه ببرند راهی خراسان شدند. یک سال بعد از هجرت برادر، حضرت معصومه سلام الله علیها به شوق دیدار برادر و ادای رسالت زینبی و پیام ولایت به همراه عده‌ای از برادران و برادرزادگان به طرف خراسان حرکت کرد و در هر شهر و محلی مورد استقبال مردم واقع می شد. اینجا بود که آن حضرت نیز همچون عمه بزرگوارشان حضرت زینب سلام الله علیها پیام مظلومیت و غربت برادر گرامیشان را به مردم مؤمن و مسلمانان می رساندند و مخالفت خود و اهل بیت علیهم السلام را با حکومت حیلگر بنی عباس اظهار می کرد. بدین جهت تا کاروان حضرت به شهر ساوه رسید، عده‌ای از مخالفان اهل بیت که از پشتیبانی مأموران حکومت برخوردار بودند سر راه را گرفتند و با همراهان حضرت وارد جنگ شدند. در نتیجه تقریبا همه مردان کاروان به شهادت رسیدند، حتی بنابر نقلی حضرت معصومه سلام الله علیها را نیز مسموم کردند. بله، در ارتباط با نحوه ورودشان به قم و همچنین وفات شهادت گونه ایشان هم در واقع دو تا روایت اینجا وجود دارد که مورخین نقل کردن. وقتی که حضرت معصومه در ساوه که یکی از شهرهای نزدیک قم هست، ده فرسخی قم در اونجا وارد شدن، خب برخی مورخین نوشتن که عمال حکومتی اون زمان، عمال در واقع حکومتی اون زمان بنی عباس آمدن حمله کردن به کاروان حضرت و اینها سر غذا بودن و جوانانی که همراه حضرت بودن از بستگان و از خدما و امثال هم، اینها را تعداد 23 نفر از اینها به شهادت رسیدن و حضرت معصومه از این مسئله خیلی رنجده خاطر شد. خب برادرانش بودن و اقوام و انصار اینها بودن، خیلی رنجده خاطر شد و همین مسئله باعث شد که کم کم مریض بشن. در برخی روایات هم هستش که در واقع اونجا همون اهالی ساوه یا
کسانی که در اونجا بودن حضرت را مسموم کردن. بالاخره حضرت مریض شد. وقتی مریض شد از خادمش، روایت اول این گونه است که از خادمش درخواست کرد که چون قبلا شهر قم مشهور بود به شهر شیعیان اهل بیت، محبین و دوستان اهل بیت، گفت از خادمش درخواست کردن مرا به شهر قم منتقل کنید. به هر حال یا بر اثر اندوه و غم زیاد از این ماتم و یا بر اثر مسمومیت از زهر جفا، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بیمار شدند و چون دیگر امکان ادامه راه به طرف خراسان نبود، قصد شهر قم را نمودند. پرسیدند از این شهر یعنی صابه تا قم چند فرسنگ راه است؟ آنچه بود جواب دادند، فرمودند مرا به شهر قم ببرید، زیرا از پدرم شنیدم که می‌فرمود شهر قم مرکز شیعیان است. بزرگان شهر قم وقتی از این خبر مسرت بخش مطلع شدند، به استقبال آن حضرت شتافتند و در حالی که موسی بن خزرج بزرگ خاندان اشعری زمام ناقه آن حضرت را به دوش می‌کشید و عده فراوانی از مردم پیاده و سواره گرداگرد کجاوه حضرت در حرکت بودند، حدوداً در روز 23 ربیع الاول سال 201 هجری قمری حضرت وارد شهر مقدس قم شدند. سپس در محلی که امروز میدان میر نامیده می شود، شطور آن حضرت در مقابل منزل موسی بن خزرج زانو زد و افتخار میزبانی آن حضرت نصیب او شد. آن بزرگوار به مدت 17 روز در این شهر زندگی کرد و در این مدت مشغول عبادت و راز و نیاز با پروردگار متعال بود. محل عبادت آن حضرت در مدرسه ستیه به نام بیت النور همکنون محل زیارت ارادتمندان آن حضرت است. سرانجام در روز 10 ربیع الثانی و بنابر قول 12 ربیع الثانی سال 201 هجری قمری، پیش از آن که دیدگان مبارکش به دیدار برادر روشن شود، در دیار غربت و با اندوه فراوان دیده از جهان فرو بست و شیعیان را در ماتم خود به سوگ نشاند. و علت شهادت ایشان هم زهری بود که در غذای آنها انداخته شده بود و بعد از تاثیر کردن 15 روز تاثیر کرد و به شهادت رسید. مردم قم با تجلیل فراوان پیکر پاکش را به سوی محل فعلی که در آن روز بیرون شهر و به نام باغ بابلان معروف بود تشییع نمودند. پس از دفن حضرت معصومه سلام الله علیها، موسی بن خزرج سایبانی از بوریا بر فراز قبر شریفش قرار داد تا اینکه حضرت زینب فرزند امام جواد علیه السلام به سال 256 هجری قمری اولین گنبد را بر فراز قبر شریف عمه بزرگوارش بنا کرد و بدین سان تربت پاک آن بانوی بزرگوار اسلام قبلگاه قلوب ارادتمندان به اهل بیت علیهم السلام و دلسوختگان عاشق ولایت و امامت شد.